موشک‌های قیام هم به باشگاه موشک‌های اسرائیل زان پیوستند. سلام و عرض ادب خدمت همه رفقای عزیز، خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه‌های کانال ما. توی برنامه امروز می‌خوایم در ابتدا به معرفی موشک قیام و در نهایت سابقه عملیاتی شدن این موشک بپردازیم. پس تا پایان این برنامه جذاب با ما همراه باشید و با لایک و کامنت و سابسکرایب از تیم ما حمایت کنید. حالا برسیم به ادامه برنامه. خب در ابتدا به موضوع اول برنامه، یعنی معرفی موشک قیام بپردازیم. موشک های سری قیام یکی از انواع موشک های ساخت نیروهای مسلح ایران هستش که در سال 1389 در حضور تعدادی از مقامات کشوری و لشکری رونمایی شد. این موشک به عنوان جایگزین موشک های قدیمی سری شهاب 2 معرفی شد. قیام هم مثل موشک های شهاب 2 از سوخت مایع استفاده میکنه و قدرت و سر جنگی مناسبی داره و میشه از اون برای عملیات علیه اهداف مختلفی استفاده کرد. موشک های قیام بر اساس درخواست و نیازمندی نیروهای مسلح طراحی و توسعه پیدا کردن و تا الان چند بار هم ارتقا پیدا کردن و در کلاهک مورد استفاده اونها در چند نسخه توسعه پیدا کرده و این کلاهک ها رونمایی شدن که همین موضوع باعث میشه تا این موشک رو بشه بر علیه اهداف مختلفی مورد استفاده قرار داد. نسخه های اولیه این موشک از بدنه فلزی و موتورهای ضعیفی استفاده می کردن و در نتیجه با کلاهک های 650 الی 700 کیلوگرمی به برد 800 کیلومتر دست پیدا می کردن. این موشک ها از کلاهک های مخروطی و غیر قابل هدایت استفاده می کردن که همین موضوع باعث می شد تا دایره خطای این موشک ها زیاد بشه. همچنین سرعت این موشک ها در نسخه اولیه بین 4 تا 5 برابر سرعت صوت بود که در نتیجه باعث می شد توسط سامانه های راداری و پدافندی شناسایی و منهدم بشن. همچنین در نسخه اولیه این موشک از کلاهک های غیر قابل جدایش استفاده می شد که سطح مقطع راداری موشک رو تا حد خیلی زیادی افزایش می داد و یکی از عواملی بود که موشک رو سریع‌تر برای سامانه‌های راداری و پدافندی آشکار می‌کرد. در نتیجه مهندسان و فرماندهان نظامی ایران تصمیم گرفتند تا از کلاهک‌های جدا شونده استفاده کنند و همین کار رو هم انجام دادند. کلاهک‌های جدیدی که در این موشک‌ها مورد استفاده قرار گرفته بر روی بدنه خودشون از 4 تا بالک هدایت کننده استفاده می‌کنند که باعث میشه تا دقت موشک افزایش پیدا کنه. همچنین در این موشک‌ها از روش‌های هدایت ترکیبی استفاده میشه که باعث میشه تا دقت اونها تا حد خیلی زیادی بالا بره. همین موضوع باعث شده تا خیلی از کشورها از روند توسعه موشک‌های ایرانی و وجود اونها اظهار نگرانی کنند. همچنین این کلاهک‌ها به صورت جدا شونده هستند که باعث میشه سطح مقطع راداری موشک کمتر بشه و در نتیجه دیرتر توسط سامانه‌های دفاعی شناسایی بشن. اما پیشرفت کلاهک‌های مورد استفاده در این موشک به همین جا ختم نشد و کلاهک‌های بارشی هم برای این موشک توسعه پیدا کرد. کلاهک‌های بارشی این موشک به اپراتور این امکان رو میده که بتونه به راحتی مراکز تجمع، فرودگاه‌ها، اسکله‌ها و کارخونه ها رو مورد هدف قرار بده و تخریب گسترده‌ای رو انجام بده. همچنین این کلاهک ها دارای چندین بوملت هستن که همین موضوع به تخریب گسترده باندهای فرودگاه ها و بلا استفاده کردن اونها در طی جنگ کمک شایانی میکنه. وجود این کلاهک ها در این موشک باعث میشه تا نیروهای مسلح با هزینه کم و با شلیک تعداد محدودی از اونها بتونن تخریب گسترده ای رو از خودشون به جای بذارن. و اما آخرین و یکی از بهترین ارتقاهایی که این موشک به خودش دیده، استفاده از کلاهک های جدید هایپرسونیک هستش. در این ارتقا علاوه بر اینکه کلاهک موشک ارتقا پیدا کرده، سایر بخش های اون هم دستخوش تغییرات و ارتقا شدن. برای مثال در بدنه این موشک از الیاف کربن استفاده شده که کمک زیادی به سبکسازی اون کرده. همچنین در این ارتقا موتور این موشک هم مورد بهسازی قرار گرفته که باعث شده تا سرعت و قدرت این سلاح ویرانگر افزایش پیدا کنه. به خاطر همین ارتقا هستش که برد قیام به 1000 کیلومتر و سرعت کلاهک هایپرسونیک اون به 8.5 ماخ رسیده که همین موضوع
خبر از این میده که با یک موشک بسیار خطرناک و قدرتمند طرف هستیم. اما حالا میریم سراغ موضوع دوم برنامه، یعنی سابقه عملیاتی این موشک. خب این موشک یک موشک سوخت مایعی بدون بالک و یکی از پرتعدادترین موشک‌های ساخته و عملیاتی شده توسط ایران هستش. قیام در دو عملیات تا الان شرکت داشته که از هر دوی اونها با سربلندی بیرون اومد. اولین عملیات با نام ضربت محرم بود که در سال 97 علیه پایگاه‌های داعش در دیرالزور انجام گرفت که در این عملیات چندین موشک به سمت اهداف مختلف شلیک شد. دومین عملیات هم عملیات شهید سلیمانی بود که در اون چند موشک قیام به سمت اهداف آمریکایی در پایگاه عین الاسد شلیک شدند و اهداف خودشون رو منهدم کردند. استفاده از این موشک‌ها در همچنین عملیات‌های مهمی در واقع نشون از اطمینان پذیری اونها داره. اما موشک‌های قیام تنها در ایران مورد استفاده قرار نگرفتن و بجز ایران تنها استفاده کننده رسمی اون کشور یمن هستش. انصار الله یمن در چندین و چند مورد از این موشک‌ها استفاده کردن و دست کم دو مورد از این استفاده‌ها موفقیت آمیز بودن که یکی از اونها مربوط به پالایشگاهی در ینبع بوده و مورد بعدی هم مربوط به حمله به فرودگاه ملک خالد بوده که کلاهک اون در نزدیکی این فرودگاه فرود اومد. نکته مورد توجه این هستش که انصار الله در این حملات از نسخه های اولیه و ضعیف‌تر موشک های قیام استفاده می‌کرد و نسخه جدیدی که به اونها رسیده در واقع برکان دوی اش نامیده میشه و هنوز به طور رسمی علیه اهداف سعودی و سامانه های آمریکایی مورد امتحان و تست قرار نگرفته. در کل ارتقای این موشک ها در ایران نشون میده که این پلتفرم موشکی تا چه حدی کاربردی و مناسب هستش و جای پیشرفت داره و به همین خاطر هستش که این موشک رو روز به روز دارن توسعه میدن. نکته مهم اینه که آخرین نسخه این موشک از مرزهای غربی ما میتونه تنها بخشهایی از اسرائیل رو مورد هدف قرار بده، در حالی که از عراق یا سوریه اگر این موشک شلیک بشه تمام جغرافیا و حتی شمال دریای سرخ و کانال سوئز رو هم میتونه تحت شعاع قرار بده. خب رفقا، به پایان برنامه امروز هم رسیدیم. خیلی ممنون که ما رو تا این لحظه همراهی کردید و امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. به رسم همیشگی منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان هستیم و تا برنامه بعدی همه شما خوبان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.